در گزارشی که امروز پخش شد دیدیم و شنیدیم که گروه های حقوق بشری از اتحادیه اروپا می خواهند که سیاست های جدید مهاجرت و پناهندگی را کنار بگذارند. در این مورد از آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای شجاعی، لطفاً در رابطه با درخواست های گروه های حقوق بشری از اتحادیه اروپا برای تجدید نظر در سیاست های جدید مهاجرت و پناهندگی برای بینندگان توضیح بفرمایید. ببینید، به نظر من باید بین دو مقوله تفکیک قائل بشیم. یکی مسئله سیاست های پناهندگی، یکی مسئله قوانین مهاجرتی. از نظر خود قوانین مهاجرتی بخوایم نگاه بکنیم، مثلا تغییراتی که قانون مهاجرت در آلمان در سال 2024 انجام داد، از قبیل مثلا کارت شانس و تسهیل بلو کارت و موارد خاص یه سری مشاغل و اینها، قوانین مهاجرتی به یک لحاظی ساده شده. اما با یک تأمل بیشتر در این قوانین متوجه میشیم که الان دغدغه ها تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان های کنوانسیون ژنو و مسائل حقوق بشر و حمایت از مسائل انسانی است، بلکه مسئله جبران فقدان نیروهای تخصصی کافی این کشورها هستش. و به این دلیل سیاست های مهاجرتی تغییر کرده که دغدغه اصلی عوض شده. و خب بالا آمدن راست افراطی در آلمان، انتخابات اخیری که آفته این همه رأی آورد و احزاب راستگرا، و این در کل اتحادیه اروپا یک مقداری رایج است. حالا به لطف خدا فرانسه این اتفاق نیفتاد و چپا پیروز شدن، ولی اینها به هر حال خب راست افراطی مهاجر ستیز است و همه اینها موجب شده که الان این مسئله خارجی سازی رو که بریتانیا آغاز کرد و هزاران نتیجه و عواقب ناخواسته و غیر قابل پیش بینی داشته، که با این سرعتی که تغییر قانون رو دادن مثلا خودشون هم پیش بینیشون نکرده بودن، متاسفانه این گفتمان داره در میان قانونگذاران کشورهای اتحادیه اروپا هم رواج پیدا میکنه که واقعا موجب نگرانی هستش. و این درخواست هایی که داده شده باید با پتیشن های مختلف و باید با کمک NGO های مختلف و سازمان های بین المللی و حقوق بشری آدم سعی بکنه که اینها تحقق پیدا بکنه، چون به این شکل اگر بخواد پیش بره، به خصوص اگر محبوبیت راست افراطی در طبقه کم سن و کم تجربه که مرتب باشه آرای پاپولیستی در حال افزایش هست، خطر جدی واسه آینده پناهندگی سرزمین در کشورهای اتحادیه اروپا است. بله، ممنونم از شما آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین.